عالی خو عرب بود. ببینین افغان خود ما آقای عبدالسلام عابد، اگه مو کلیپ هم لطف بکنین بانین که آقای عابد هم که در افغانستان وطن عزیز ما هست، اینا هم با اکتم تراخ صحبت میکنن، ببینین که ای آقا چقدر از امو آیات حمایه میکنه. امو آیات چقدر به نظر عظیم میآید که پیامبر گفته خداوند که تو فقط تنپند بده، تو سر از یا سر مردم کنترل نداری. بیاین ببینید که کلیپ شارک چی میگن. ببینید مرتد عبارت از شخصی است که اسلام عزیز را ترک بکنه به یک دین دیگه داخل شود. ارتداد به معنی ارتجاع است، پشت سر رفتن. کسی که چنین کار را میکند، این 3 روز را که علما برش تعیین کرده، به خاطر عزیز که این را قانع بکند، از پیش پرسان شود تو مثلا مسیحی شدی، چی خوبی در مسیحیت بود که در اسلام نبود که تو رفتی دو جا، همون خوبی را نشان بده. اگر او خوبی را نشان داده نمیتونه، امکان نداره که یک چیزی از اسلام که در دین دیگر خوب باشه، امکان ندارد. بنان وقتی که در 3 روز قانع شد، خوب، اگر ادامه داشت امی مذاکرهش و امی تفحصش، خدا کنه که 1 سال ادامه پیدا کنه، ما حق کشتنش نداره، بلکه باید قانع شود، بند شود که دیگر دلیل گفته نتانه. ارگا بند شد، باز تائب نشد، اسلام نیاورد، تجدید نکرد دین خود را، کشته می شود. ببینین بیننده گرامی، آقای عبدالسلام عابد آیا یا آیات خبر دارن؟ آیا یا ایمان دارن به لایق راهف دین؟ نه، اصلا ندارن ایمان. مطابق ببینید که چه رقم ششته و چه قسمی قضاوت میکنه، فتوا میده. آیا به اون لایق راهف دین یا ایمان دارن؟ آیا به این آیات که قرآن کریم یاد میکنه که او پیامبر تو فقط معلم هستی، پند برشان بتی، اندرز برشان بتی، لست علیهم به مسیطر، تو سرشان کنترل نداری، آیا این آیات یک ذره در ترس از ترس خدا به دل از اینا هست که اصلا وجود نداره؟ آیات متعدد هست. من گفتم نمیرم دنبال آیات، بسیار زیاده بوده که من اصلا آیه 138 سوره 137 سوره نساء، ان الذين امنوا، اون کسایی که ایمان آوردن، ثم کفر و باز کافر شدن، ثم آمن و باز ایمان آوردن، ثم کفر و باز کافر شدن، ثم مزداد و کفر، باز در کفر خود زیادت بخشیدن. حتی او را که چندین بار کفر و کافر میشه و مسلمان میشه، تو میگه حق قضیره نداری. و در اون صورت خداوند میفرماید که لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا، خداوند نه او را دیگه هدایت میکنه و نه راه درست برش نشان میده. یعنی پیش خدا مسئول است، نه تا پیش پیامبر. اما این ملاها از کجا آمد که قرآن پشت سر زدن؟ آیا اینا به این قرآن ایمان دارن؟ تعجب میکنم والا که آیا اینا به این قرآن ایمان دارن؟ آیا این قرآن، من نمیفهمم، این آیات است که من این عربی زیره میفهمم، برادر خواهر من، من این عربیش هم میفهمم، ترجمه هاشم که بخواین عین چیز است، کلمات مختلف استفاده شده عین چیز است. آیا اینا به ای آیات ایمان دارن؟ یا ایست که ای آیات را کلش در باطل دانی انداختن؟ اینا در باطل دانی انداختن و گفتن منسوخ هست ای آیات، یعنی ما ای آیات قبول نداریم. بان خدا هر چی دلش میشه که گفتن ما قبول نداریم، ما باید بکشیم، 3 روز باید نگاهش بکنیم و بند شود دیگه. دلیل گفتن اتانه که دلیل گفتن، یا ایمان بیاره یا یکی ایمان نوارد، ما میکشیمش. اصلا لایک راه فدین اینا نفهمیدن این ملاها، من نمیبارم این ملاها آیا وجدان دارن؟ آیا این ملاها تعلیم دارن؟ آیا تحصیل دارن؟ آیا قرآن میفهمن؟ آیا ذره ایمان در وجود از اینا هست که اقدر با قرآن جفا کردن؟ اقدر قرآن زیر پا کردن، دین مسخره معرفی کردن، در جهان دین پرخشونت پر از زورگویی معرفی کردن، کجاست ایمان از اینا؟ مطابق قرآن عمل نمی کنن اینا.